امشب میخوایم راجع به فیلم هیولا از کوریدا حرف بزنیم. فیلم خیلی خیلی خاص و منحصر فردیه و بسیار فیلم خوبیه. جایزه بهترین فیلم نامه کنو گرفته. مهمتر از جایزه اینه که فیلم به شدت آدمیزادیه. یعنی چی؟ سوژه ملتهبه اما فیلمساز میدونه چقدر حد نگه داره. داستان یه خطیش نیم خطیش رو بگم خدمتون. دو تا پسرن که کاراکترهای اول فیلمه. مادر یکی از اینا پسر بزرگتر شوهر از دست داده. اون یکی مادر نداره. معلوم نیست مادر رفته یا چی. خب همین. و یه معلم جوان. فیلم شروع میشه با یه تصویر لانگ شات از یک آتش سوزی جدی در شهر. این تصویر سه بار تکرار میشه. مادره به خاطر چیزی که سر پسرش اومده، گوشش خون اومده، مدرسه رو میریزه به هم و ما باهاشیم. به شدت حق داره در دفاع از پسری که پدر هم نداره. و بعد حمله میشه به، در واقع حمله اتهام زده میشه به معلمی که معلم این بچه بوده و اتهامش اینه که بچه رو زده. قضاوت ما علیه معلم است و دلداری ما با، همدردی ما با مادر و با پسری که بحثه اینجا. این یک چیزی حدود یک سوم فیلم رو میبره. بعد از یک سوم فیلم زاویه نگاه عوض میشه به معلم و به بچه. بچه که دوستی هم داره. یعنی کوریا یک کار عجیب و غریبی که میکنه با سه روایت داستان برای ما تعریف میکنه. سه روایتی که تو در تو نمیرن، مستقل از یه جایی که کات شده دوباره شروع میشه. روایت دوم و روایت سوم. ساختار خیلی سخته. خیلی راحت میشه به دام اطفارای روشنفکریه که مرسوم هم هست بریم. مهمتر از این که قضاوت ما رو زیر سوال میبره، یه چیز دیگر رو، همدردی ما رو به تعلیق در میاره. یعنی ما در روایت اول با مادره ایم و علیه معلمیم، در روایت دوم عوض میشه، در روایت سوم از یه زاویه دیگه داره میبینیم. فیلم مقایسه کردن از این زاویه چی راسته چی دروغه با روشمون مقایسه شده. فیلم بسیار بد کوروساوا که مفهوم زده است و فیلم بدی اصلا، دوربین بده، همه چیز بده، تئاتریه و غیره، بسیار شعاری. بعضی از منتقدان این فیلم بسیار خوب رو با اون مقایسه کردن به خاطر مسئله حقیقت و دروغ. من فکر نمی کنم که کوریدا به روشمون اصلا نظر داشته. فیلمنامه نویسش و خودش دارن یک فیلم ژاپنی واقعی اصل در امروز میسازن، در امروز ژاپن. عرض کردم که همزاد پنداری ما رو و تعلق خاطرمون رو تو هر کدوم از این سه، به اصطلاح اپیزود سه دیدگاه، به هم میرسن. تم اصلی هر سه اینه که مانستر، هیولا، همه آدم ها آسیب دیدن
و آسیب میزنن. چون آسیب دیدن بخوان یا نخوان ناخودآگاه آسیب میزنن و هیولا میشن. هیولا از یک لغت به یک مفهوم تبدیل نمیشه. فیلم در یک قدمیه به دام مفهوم افتادنه، اما نمیشه، به دامش نمیفته. هیولا ابجکتیو میشه، یعنی به جایی که ما یک موجودی هیولا ببینیم، آدم هایی میبینیم که در لحظه هیولا شدن. یعنی چی شدن؟ یعنی بیرحم شدن، وجود انسانیشون کمرنگ شده و دارن فقط آسیب میرسونن. دروغ یا راست اساس فیلمه و مکس و اندازهی که در فرهنگ ژاپنیه به تصویر در میاد. مکسی که اجازه میده به این پرداخت کاملا ملی کوریا. فیلم به شدت انسانگراست. در پایان فیلم ما به مدیر مدرسه‌ای که به ظاهر خیلی بی‌حسه و اصلا مسئلهش نیست که این پسر زخمی شده، سمپاتیمون جلب میشه. به اون معلمی که مورد اتهام و اخراج میشه همینطور، و در آخر به بچه ها. میبینید چقدر کار سختیه. و حالا پس من به نظرم اسم واقعی فیلم روی دیگر همه چیزه، یا در واقع دقیق‌تر بگم روی دیگر همه آدم ها، همه کس. یه رو انسانیه، یه رو هیولاییه. اغراق هم نمی‌کنه در این داستان هیولا شدنه. برای آدم مقابلش هیولا میشه، نه اینکه خودش یه موجود ضد انسان. خیلی عرض کردم کاری کوریدو مشکله. ما در حین تماشا چه بلایی سرمون میاد؟ همش منتظریم که یه چیزی رو بشه. ظاهرا داریم راجع به چه حرف میزنیم، ابدا چه نیست. چه در دل چگونه حل شده، یکی شده با چگونه. یعنی اینکه کی رو زد، کی چه کار کرد، کی موقع بازی چه کرد، معلم چه کرد، چه نیست. داریم همه چگونگی های میزانسن، نه میزانسن فیلم، میزانسن محیط رو لمس میکنیم، تجربه میکنیم. ما تماما، من شخصا خودم رو عرض میکنم، تماما به خصوص تو اپیزود اول، که اپیزودم نیست، تو نگاه اول که مادر قهرمان قضیه است، میترسیم همش. تو دومی هم میترسیم، تو سومی هم میترسیم. این ترس ما، ترس به مسابقه ترس مفهومی نیست، ترس از همدردیه که ما در ما برانگیخته. الان داره این همدردی رو زیر سوال میبره، برعکسش میکنه. میترسیم بدون اینکه فیلم ترسناکی باشه، بدون اینکه ساسپنس عجیب و غریب ترسناک هیچکاکی درست کنه. تعلیقش روی این ترس ها نهفته و فیلم تماما از لحظه اول تا آخر این تعلیق رو حفظ میکنه. کار بزرگی میکنه کوریدا، تعلیق در احساسات، در عواطف. و این کار کسی نیست. این که به پدر پسر کوچیکه خوب نرسیده، آره، چهار تا بلوند داره. این که از این گیرای اینجوری میشه به فیلم داد، ولی به نظر من فیلم بسیار خوب. از نظر من امسال، در تمام امسالی که گذشت، بهترین فیلمی که من دیدم فیلم کن لوچه، بلوط پیر،
و بعدش این فیلم کوریا، فیلم درست سینمایی آدمیزادی حد نگهدار و پر از حس ها و عواطف انسانی. عرض کردم که قضاوت ما مدام نه، سه برا، سه جا، سه اپیزود، سه نگاه تغییر میکنه. آیا فقط قضاوت ماست که تغییر میکنه یا همدردی ماست؟ حقیقت زیر سوال میره نمیره برخلاف راشمون. اینجا حقیقت سر جاشه، خوبی و بدی سر جاشه، حیولا بودن و انسان بودن سر جاشه. و چی تغییر میکنه؟ که کی حق داره، کی مظلومه. حالا این خیلی کار سختیه، را شما خیلی کار ساده ایه، غیر از اینکه به شدت هم بد پرداخت شده، شعاری و مفهوم زده است، همه چیز زیر سوال میبره. یعنی تا فیلم انسانیت هم زیر سوال میره. اینجا برعکس، من همه چیز به نفع انسانیته. یعنی کوریدا به نظر من بعد از شاپ لیفترز، دل دوست های فروشگاه، بهترین کارش رو ارائه داده. بعد از دو کار خراب در کره و در فرانسه که اصلا کوریدایی نیست، برگشته به ژاپن و برگشته به خودش. درود بر این فیلمساز ژاپنی که سینما بلده و آدمه. یه چیزی دیگه ای رو میخوام اضافه کنم سر ریتمه. ریتم اول فیلم به دلیل شخصیت متعرض مادره که حقم داره خیلی سریعه، قد سریعه که آدم باورش میشه، هیچ چیزی اضافه نداره، کاتا سریعه، همه چی، همه ریتم سرعت پیش میره. وقتی به معلم میرسه کمی آروم میگیره، وقتی به بچه ها میرسه آرامش حاکمه و ریتم کاملا نرم و آرام میشه. هر کدوم از این سه اپیزود ویژگی های خودش رو میدارن، غیر از این که همبستم هستن به هم. اون ساختمونی که آتش گرفت در اپیزود آخر میفهمیم کار کی بود. چرا؟ به خاطر اینکه آدم مشروب نخوره بد میشه، شاید هیولا میشه. تدوین فیلم به نظر نمیرسه ولی فوق‌العاده است. ممکنه در یه اپیزود چند ثانیه زودتر شروع کنه، در اپیزود دیگه یه کار دیگه کنه، ولی تیکه هایی رو که انتخاب میکنه اینقدر درستن که حالا ما یک ثانیه زودتر از اینکه دسته بخوره ببینی اینجا میبینیم. خیلی تدوین عجیبیه، خیلی ساده است، خیلی پیش پا افتاده می نمایونه. کار تدوینش شبیه کاری که فاکنر تو اون کتاب عالی که اول به فارسی در اومده به اسم زنده به گور، غلطه، همانطور که می میرم، ترجمه اخوت عزیز، درخشان، خیلی فاکنریه. اگر من چون سعیم این بود که قصه رو هیچی تعریف نکنم، خب خیلی دستم بسته است، ولی میتونم بگم که با یک فیلمی رو تجربه خواهی کرد که انسانیتتون جلا پیدا میکنه و اگر خوابیده بیدار میشه.